در پی آنچه که در 1979 ما شاهد اون بودیم که کشور اسرائیل، یعنی دولت اسرائیل در دوران مناخم بگیم وارد یک جریان سر شد، حالا سرد یا گرم، با مصر، یعنی ابرقدرت منطقه‌ای که سالها با یکدیگر در جنگ بودن، و می‌بینیم که این صلح پابرجاست. از طرف دیگه نیز با اردن در 1992، فراموش نباید کرد که آکوردهای صلح نیز بعد از انتفاضه‌ای که ما داشتیم در دوران زنده یاد رابین و همچنین شیمون پرس که نائل آمدند به یک برحال ما برنده جایزه نوبل نیز شدند، برحال ولی پاورجو نبود با فلسطین. در حال حاضر ما